باز جون سالم به در بردی زیانور. فکر میکنی پسرت نجاتت داد، اما هیچ کس نمیتونه نجاتت بده. من خیلی عذاب کشیدم. ببین دوستی 40 سالمون به چه روزی افتاده. همش ما رو مقصر دونستی، من و پسرمو. ما آدم بدای این قصه بودیم، گویا تو هم آدم خوبه بودی. اما کسی نپرسید چرا این آدم خوبه با کسی شریک شد که پسرش همچین جرمی و مرتکب شده بود. تو وایسا، خودتو خسته نکن، بذار من بگم. چون جرمی که پسر من مرتکب شده بود خیلی وقت پیش تو هم انجام داده بودی. هی به خودت میبالی که از یه بچه بی سرپرست مراقبت کردی. اینو برای خوبی نکردی زیانور. این کارو کردی تا عذاب وجدانتو کمتر کنی. فردا اینو پسرت هم میفهمه. الیاسف، همه ی طوفانا بالاخره تموم میشن. هر چقدر به آدم ضرر برسونن، هر چقدر آدمو زجر بدن، اما بالاخره اون طوفان تموم میشه. بارون قطع میشه، خورشید از بین ابرا میاد بیرون. تو فکر میکنی که باید به زندگیت ادامه بدی، اما اشتباه میکنی. داریم کجا میریم؟ جایی که همه چی شروع شد. میریم مارماریس؟ آره، اونجا باید یه چیزی رو به تو بگم. چیکار داره میکنه؟ الان با آمبولانس تصادف میکنه. دیوونه چرا اینطوری میکنه؟ چه بدونم؟
آقای محترم راه بدین آمبولانس بره. بذار یکم بهش نزدیک شم. طرف زده به سرش، این دیگه کیه؟ دکتر ولش کن، بذار بمیره. دکتر بذار بمیره، اون باید بمیره. طرف خطرناکه. با تو هم ولش کن. نمیتونم، من دکترم، وظیفه من اینه که جون آدم رو نجات بدم، نه اینکه بذارم بمیرن. تو هم مجبور نیستی این کارو بکنی، زندگی همه رو نابود نکن، اسلحتو بیار پایین، زود باش. دکتر تو رو خدا، راه دیگه این ندارم، خواهش میکنم ولش کن. این باید به مرگ طبیعی بمیره، خواهش میکنم ولش کن. علی، ایلول، ایلول تو برگرد تو ماشین. وایسا. گفتم برو تو ماشین ایلول، از اینجا برو. نزدیک نشو، نگه جلو. گوش کن، اون اسلحه رو بیار پایین، بیارش پایین، اون عشق منه، کار اشتباهی نکن. چی میگی؟ ها دیگه چی کار کنم؟ همه میگن این کارو بکن، همه میگن این کارو بکن، مامانم بابام همه ی فامیلم میگن این کارو بکن. اسلحه دادن به من، گفتم برو سراغش، من باید بکشمش، اون وقت میگه این کارو نکن. وایسا ببینم، صبر کن، صبر کن، مجبور نیستی این کارو بکنی. مجبورم، رسم و رسومات اینطوریه. ببین، میتونیم کمکت کنیم، باشه؟ ما بهت کمک میکنیم، خیلی خوب. نمیتونیم، نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه کمکم کنه، ولش کن بمیره. میتونیم، اسلحتو بیار پایین. گفتم نمیشه، نمیشه. صبح میخواستم بکشمش تا منو دید، چون ترسید، میخواست زنده بمونه. انگار یهو اسرائیل زودتر از من اقدام کرده، افتاده رو زمین، معلوم نیست سکته کرده یا چی. اگه تو نبودی تا الان مرده بود، نیازی هم نبود بهش شلیک کنم. میبینی دیگه نشد، داره سعی میکنه زنده بمونه. نباید زنده بمونه. مریض برگشت، فیلم بازی میکنی. اینا رو درگیر کن، وگرنه این دختره رو میکشم. باشه، تموم شد، مرد، چیزی که میخواستی شد. اسلحتو بیار پایین. دروغ نگو. دروغ نمیگم، خودت مانیتور رو ببین، این خط سفید یعنی طرف مرده، فهمیدی؟ ایلول مراقب باش. حالت خوبه؟ خوب. تموم شد، اونا رو بهش وصل کن، سریع آمبولانس دیگه خبر کن. زنگ زدم تو راه. خوبه، مریض زنده بود، نگران نباش. تو خوبی؟ خوبم. شده در استدیو جمی. بابا جونم، اگه موضوع مهمی نیست میشه بعدم بهت زنگ بزنم؟ باید برم بیمار اورژانس رو میارم. الو دخترم،
میخواستم راجع به مامانت بپرسم. همدیگر رو ندیدین؟ نه بابا جونم، من دو روز شیفتم، خودم هم به زور میبینم. زنگم نزده؟ نه. خب وقتی بیمارستانم برای چی زنگ بزنه؟ آبجی چی؟ بیمارستانه؟ نه اونم ندیدم، انگار با دکتر علی آصف رفته. باشه، باید با اون حرف بزنم. اگه دیدیش بگو با من یه تماس بگیره. ای بابا جون، با هر کی میخوای حرف بزنی خودت بهش زنگ بزن، من الان خیلی کار دارم، میبوسمت. باشه دخترم. چه اتفاقی افتاده؟ یه زنه که هویتش معلوم نیست کنار جاده پیداش کرد. حتما یه از خود و بی خبری بهش زده و فرار کرد. حتی نتونستیم لوله تنفسی رو بهش وصل کنیم. وضعیتش خیلی بده. به دکتر عیاس خبر بدین، خیلی وقت نداریم. این چه حرفیه که میزنیم؟ نگران نباشین خانم، ما کنارتونیم. شما خوب میشین. برو. چرخونینش. خیلی خوب. باید پانسمانش رو عوض کنی. چشم دکتر. دکتر عیاض کنار جاده پیداش کردم، هویتش معلوم. میدونم از جزئیات بگذاریم، وقت نداریم. بگو برام اون گروه خونی اوی منفی بیارن، زود باش. چشم دکتر. دست چپش بعد جوری آسیب دیده، شما بانده ای صورتشو باز کن. چشم دکتر. با من ببخشید. تموم شد، آروم باش. تموم شد. وایسا صبر کن، صبر کن. ضربه‌ای که به سرش خورده از اونی که فکر می‌کردن شدیدتره. بیا این طرف بزن نگاه کن. زود بگو بخش مراقبت‌های ویژه رو آماده کنن. بله چشم دکتر. آروم باش، آروم باش. میدونم خیلی درد داری. داره تموم میشه. اینطوری نمیشه، خیلی درد داره. قیچی رو بیار. چشم دکتر. تموم شد، تموم شد. تموم شد. تکون. تکون نخور. آفرین، داره تمام میشه. تمام شد. شش. ممکنه عفونت کرده باشه، زود آنتیبیوتیکو تزریق کنین. زخمای روی صورتش هم تمیز کنین. چشم دکتر، همه چی درست میشه، شنیدی؟ همه چی درست میشه، طاقت بیاری. بیا اینجا، پانسمان جدید. میگم چیزی نیست، یه خراش کوچیکه، داری بزرگش میکنی. ایلول یکم تحمل کن، یکم درک کن. سرت کوبیده شده به داشبورد، بذار اینو پاک کنم، تمیز کنم، بعد ببینیم چی میشه. دارم میگم اصلا درد ندارم، چرا نمیفهمی؟ اما وقتی تو اینطوری میکنی من اذیت میشم، تا اینو بفهم. بذار یه نگاه به زخمت بندازم، یه بارم حرفمو گوش بده. بده من الان ثابت میکنم، میگم حتی دردم ندارم. ببین بفرما. بده ببینم، میشه بدیش به من؟ بده یه بارم حرف گوش بده. آروم باش ایلول، اردم همینه، تموم شد. همیشه همین جوریه.
دکتر ببخشید، فهمیدین مریض کی؟ شاهد اتفاقو پیدا کردیم اما کسی نمیشناستش. میگن یه نفر هولش داده زیر اتوبوس. پس یعنی سعی داشتن بکشنش. واقعا که اینو بگی. مردمکای چشش داره کوچیک میشه، فشارش هم داره میفته. میخوای کمک کنی؟ انگار که نمیخوای. نه معلومه که میخوام. تبریک میگم، شروع کن بانده روی صورتشو باز کن، بعدش هم سرشو بتراش، من کنارتم. دکتر اسرا، دکتر علیاصف تماس گرفتن، با آمبولانس دارن بیمار میارن اینجا. علیاصف؟ اون که امروز کار نمیکنه. از کجا میان؟ موضوع چیه؟ اطلاعی ندارم. همین الان میام. پرستار آزگل تو هم با من بیا. چشم. یکم سریعتر. آصف تو اینجا چی کار میکنی؟ داستانش مفصله، بعد تعریف میکنم. فعلا اولویت با اینه. موضوع چیه؟ امنیت این مریض خیلی مهمه، نباید کسی بدون زنده است. دعوای طایفه ای؟ بله، من اقدامات اولیه را انجام دادم. ایلولم زخمیه، باید یه نگاهی به اونم بندازم. بذار ببینم. نه من حالم خوبه، چیزی نیست. ایلول باید عکس بگیری. چیز مهمی نیست، ما خوبی. نمیپرسم چطوری درگیر این ماجرا شدیم، اما به هر حال باید یه نگاهی بندازم. نمیشه اینطوری. من برم لباسمو عوض کنم، بعدا نگاه میکنی. آزگل میشه اینو بگیری؟ معلومه که داستانش خیلی مفصله. اصلا در موردش نپرس. ایلول دخترم. بابا داشتم دنبالت میگشتم. چی شده؟ سرتو پانسمان کردن؟ چیزی نیست، چیز مهمی نیست. یعنی چی مهم نیست؟ جای درد نمیکنه؟ نه بابا بزرگش نکن، چیز مهمی نیست. تو برای چی اومدی؟ اونو بگو. ایلول یه چیزایی هست که باید بهت بگم در مورد نسرینه. باز چی کار کرده؟ این دفعه اون نه، من کردم. خوبه، همینقدر کافیه. مرحله دوم، یه سوراخ کوچیک 3 سانتی جایی که میگم باز میکنه. خوبه، بکشش کنار. حاضری؟ دریلو بده به اون. مغز بیمارو سوراخ نکنی. آلب حالا وارد میشه، خیلی آروم. اگه حس کردی استرسری یا هیجان زده شدی باید درجا متوقفش کنی، وگرنه همونطوری که آلب گفت ممکنه مغز بیمارو سوراخ کنی. وقتی گفتم وایسا هیجان زده نشد. باشه، خیلی دقت میکنم. تا ببینیم، شروع میکنیم. اجازه نمیدم کسایی که این کارو باهات کردن خوشحال بشن. تو زنده میمونی. شروع میکنم. حاضرم. خوبه برو.
برو یکم یواش وایسا 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 حالا خیلی یواش بکشش بیرون. پنج آره همینه. آفرین، معلومه امیدی هست. بهتر از این هم دیدیم دکتر. دکتر ایلول انجام داده بود، تازه نه تو بیمارستان وسط خیابون. من به اون میگم کار خوب. راستش واسه این که تو تحسینمون کنی باید دکتر ایلول باشی نه؟ هم خوب داری شیطنت میکنی، کشش نده. نمیدونم شما کی هستی، اما خوشحالم کنارمون موندی. چطور همچین کاری کردی؟ چطوری؟ خیلی عصبانی شدم دخترم، نتونستم خودم رو کنترل کنم. عصبانی شدی؟ آره من خیلی سادم، چرا تعجب میکنم؟ تو اصلا عوض نشدی، هنوزم همون آدمی. ایلول تو هیچی نمیدونی، حقش بود، حقش بود. هیچ کس حق کتک خوردن نداره، حتی نسرین. نمیتونی بگی زدمش چون حقش بود، فهمیدی؟ الانم برو بیرون، تا حرفای بدی بهت نزدم برو بیرون. بابا جونم، من شنیدم زخمی شدی، برای همین اومدم ببینمت. درست به موقع اومدی، بیا بفرما، بیا. چه خبره بابا؟ بذار من بگم چی شده. تو به جای اینکه نگران من باشی، نگران مامانت باش. موضوع اینه. چرا؟ مامانم چیزی شده؟ بابا بگو دیگه. دو روزه ازش خبری نیست، غیبش زده. یعنی چی غیبش زده؟ تو با این زن تو یه خونه زندگی میکنی؟ اون روز یکم دعوا کردیم. رفتی مامانم رو فروختی؟ آره مامانم رو فروختی. دروغه، قسم میخورم دروغه. ساکت شو، صدا تو به باز خفش شو. پاشو برو بیرون، آبرو شرفمون رو فروختی، برو بیرون. از خونه بیرونش کردی؟ از خونه بیرونش کردی؟ یعنی چی بیرونش کردی بابا؟ چرا؟ سالهاست منو گول زده، فقط منو نه، تو هم گول زده، به هممون دروغ گفته. چه دروغی آخه؟ نمیفهمم، میشه درست حسابی تعریف کنی؟ از مرگ مامان بیچارم استفاده کرده، بیمارستان رو تهدید کرده، چندین بار ازشون پول گرفته، هی به منم میگفت پس انداز کردم پول خودم و از این حرفا. اینا رو میدونی؟ آبرومونو برده دخترم. یعنی چی این حرفا؟ چیه میزنی بابا؟ امکان نداره. میگم شده، این کارو کرده. سینا رو چند بار تهدید کرده و ازش پول گرفته، یه بارم نه. وای بی خیال بابا، مامان من همچین کاری نمی کنه. دخترم کرده. میگم کرده، کافی نبوده رفته از اون مردی که درخواست کار کرده. دخترم درخواست چه کاری کرده؟ سینا رو تهدید کرده. چه تهدیدی؟ من با زحمت خودم وارد این کار شدم، درست نمیگم؟ دخترم خدا میدونه چه کارایی کرده. نه این مزخرفه، امکان نداره. ایپک میشه وایسی؟ کجا میری الان؟ واقعا برات مهمه؟ میگم کجا میری؟ به تو هیچ ربطی نداره. میدونم چی تو ذهنته، میخوای استعفا بدی؟ آره تو که خوشحال میشی، مگه همینو نمیخواستی؟ نه خیر. چرا نه آخه؟ از روزی که اومدم اینطوری رفتار کردی. مگه خودت همون روز اولی که اومدی نگفتی خصومتای شخصیمون ربطی به بیمارستان نداره؟ خب ببین، جفتمون هم میدونیم
من میدونم تو یه دکتر با استعداد میشی. این برای تو یه فرصته. به خاطر هیچ کس آینده تو نابود نکن. به خاطر نسرین که هیچ وقت این کارو نکن. چی شد؟ تونست خواهرتو پیدا کنی؟ ایپک ایلول که چیزیش نشده نه؟ ایلول حالش خیلی خوبه، حتی اونقدر خوبه که تازه فهمیدم مثل فرشته هست. این که نباید ناراحتت کنه. این وسط مادرم بد بوده، خیلی هم بد. داریم از دست میدیمش. دستگاه شوکو بیارین، بذارش رو 360. زود باشین، سریتر بده من. برو کنار. 3 2 1. نه، ماساژ میدم. ایلول دختر متفاوتیه، برای اینکه بفهمی چطور آدمیه باید خیلی بشناسیش. برو کنار. دوبله شده در استدیو جم. 3 2 1. محض رضای خدا تو تغییری نکرد. دوباره شارژ کنی. اما هنوز جواب سوال منو ندادی. عاشق آبجینی یا نه؟ آره یا نه؟ آره. بیمار برگرد. علائم حیاتیش اصلا خوب نیست، چون که لگنش شکسته. خیلی خونریزی داره، باید فوراً عملش کنیم وگرنه میمیره. علائم حیاتی برگشت اما فایده‌ای نداشت. اول لگنشو بررسی کنیم بعد آنژیوگرافی میکنیم. آنژیوگرافی؟ ایست قلبی کردیم. یا الان یا بعدنی وجود نداره، شروع میکنیم. به خاطر مامانم روز خیلی بدیو دارم. اگه زنده بمونیم خیلی خوب میشه. تو مرگ اون زن یه جورایی هممون مسئولیم، اما دونستن این موضوع برای کسی فایده ای نداره. داریم کجا میریم؟ جایی که همه چی شروع شد. میریم مارماری؟ اونجا باید یه چیزی رو بهت بگم. منم میخواستم بیام پیشت، اما اول من اومدم. البته که اول تو. خب هر کی سریع تر باشه برنده میشه. تو هم دیگه نگران من نباش، من خوبم. باشه؟ تو همیشه خوب باش. اما ببین، این مال منه؟ آره. ایلول، یه چیز مهم هست که باید بهت بگم. آره، میخواستی تو مارماریس بهم بگی. حتی میدونم چی میخوای بگی و میدونم تو این قوطی چی هست. واقعا؟ آره. بله. منظورت از بله چیه؟ خب پیشنهاد ازدواج تو که نصف و نیمه مونده بود و قبول میکنم. باشه باشه، اینجا نمیشه، اینجوری نمیشه. بریم مارماریز، همون جایی که همه چی شروع شد. اینم میبریم. ایلول
همیشه منو دوست داشته باش. باشه؟ تو هم هیچ وقت ناراحت نشو. باشه؟ ظاهرن بعضی از دوستامو عادت کردن مریضای بقیه رو بدزدن. نفهمیدم کی مریض کیو دزدیده. فکر کنم مشکلی داری نیپک خانم، چون زود ناراحت شدی. چرا ناراحت بشم؟ زود باش به کارت برس، اصلا حوصله ندارم. آره خب من دارم از خوشحالی میمیرم. ببین نیپک، تو این بیمارستان سابقه من از تو بیشتره، یعنی تجربه بیشتره، برای همین از لحاظ منطقی این مریض منه. منطق؟ منطق کی اون وقت؟ ببین نمیدونم مهره مار داری یا چی، همه بیمارا به تو میرسه. دلیلش مهره مار و این چیزا نیست جانم، موضوع استعداده. استعداد یا پارتی داری اونشو نمیدونی. میخواین بنویسی؟ لطفاً به خودتون فشار نیارین، فردا حالتون بهتر میشه. یکیتون به اتاق عمل زنگ بزنه بگین آماده باشن. پس من برم به اتاق عمل خبر بدم. موضوع دوای خانوادگیه، فکر نمی کنم به این راحتی یا بی خیال بشن. تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که با بچهای نگهبانی اینجام هماهنگ باشین. هویت شخصی که بهش حمله کرده مشخص شده، همه جا دنبالشیم، دیر یا زود میگیریمش. ممنون فعلا. خسته نباشین. حال بیمار کاملا خوبه. آره. یه خواهشی ازت دارم ازرا. بگو. من و داداش سلیم بیرون یه کار کوچیکی داریم. میدونی که جز ما هم کسی تو بیمارستان نیست. میدونم میدونم، من اینجا. آصف، تو نمیخواد برگردی، تازه پدرتو از دست دادی. پس تو چرا اینجایی؟ مثلا روزی چند ساعت کار میکنی ازرا؟ 18 یا 20 ساعت؟ کار کردن حالمو خوب میکنه. منم همینطور. ممنون، خداحافظ. دکتر ازرا، اینا رو برای شما آوردم، فکر کنم وسایلتون از اون یکی بیمارستان فرستادم. باشه، من الان یه عمل جراحی دارم، میشه بذاری تو اتاقم لطفا؟ باشه دکتر. منصرف نشو. ببخشید دکتر، با من بودی؟ دو ساعت جلوی در وایستادی، چی فکر کردی که نامری هستی؟ نه دکتر، من
گفتم شاید سرتون شلوغه، برای همین مزاحم نشو. منم همینو گفتم، منصرف نشو، هر چی میخواد بشه. چشم دکتر. چیزه؟ من میخواستم نظرتون رو در مورد یکی از آشناهامون بپرسم. یعنی خیلی هم عجله ندارم، هر وقت تونستین یه نگاهی بهش بندازین. باشه. من باید برم، کلی مریضه، بعد بهشون رسیدگی. باشه، هر وقت نگاه کردم میگم. باشه، خسته نباشین. تو هم همینطور. بعد از چیزایی که راجب بابات گفتی فکر کردم باید اینجا رو هم ببینی. پس یعنی از این کارهای خوبم میکرده. تموم کردن اینجا بزرگترین آرزوش بود. میخواست اسمشو بذاره کلینیک پسر دنیزوغلو. میدونی اصلا نذاشت بفهمی. آره میدونم، از منم کمک خواست. وقتی تموم شد میخواست تو رو سورپرایز کنه. چطور تونست همچین پروژه بزرگی ازمون مخفی کنه؟ هرچند نباید خیلی هم تعجب کرد. میخواست همه بچه ها رو رایگان مداوا کنه. حتما میخواست اشتباهاتش رو جبران کنه. علی یوسف، حرفایی که در مورد بابات زدی باور نمی کنم. غیر قابل تصوره. منم داداش، منم باورم نمیشه. منو تو یه شرایط سختی رها کرد که هیچ جوره نمیتونم هضمش کنم. ایلونو میگی؟ وقتی شنیدیم خیلی ناراحت شدیم. غم آخرتون باشه. ممنونم، زنده باشی. سلیم خان، میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. بهتره یه نگاهی بهش بندازیم. باشه میام. من یه نگاهی بندازم. باشه، من بیرونم. علی یوسف، بابات آدم بدی نبود. کی میدونه؟ خسته نباشین. زنده باشید دکتر. بفهم. میخواست اسمشو بذاره کلینیک پسر دنیزوغلو. میخواست همه بچه ها رو رایگان مداوا کنه. چیکار کنم؟ نگران نباش پسرم، من خودم کنارتم. بفرمایی. خواستم صداتو بشنوم. واقعا هر لحظه داری منو متعجب تر میکنی. خیلی خوب، دیگه چیزی نمیگم. باشه. باشه، نگو. اما حتی اگه تو ابدم ساکت باشی، من میدونم چقدر دوستم داری و دلت برام تنگ میشه. تو هم زود لوس میشی یا اصلا نمیشه به چیزی گفت. کجایی؟ بیمارستانی؟ نه، بیرونم، یکم دیگه میام. آلپاکس توموگرافی یکی از آشناهاشون رو برام آورده. اوضاع اصلا خوب نیست. میخواستم با تو هم مشورت کنم. بعد از چیزایی که راجب بابات گفتی فکر کردم باید اینجا رو هم ببینی. پس یعنی از این کارهای خوبم میکرده.
تموم کردن اینجا بزرگترین آرزوش بود. میخواست اسمشو بذاره کلینیک پسر دنیزوغلو. میدونی اصلا نذاش بفهمی. آره میدونم. از منم کمک خواست. وقتی تموم شد میخواست تو رو سورپرایز کنه. چطور تونست همچین پروژه بزرگی ازمون مخفی کنه؟ هرچند نباید خیلی هم تعجب کرد. میخواست همه بچه ها رو رایگان مدافع کنه. حتما میخواست اشتباهاتش رو جبران کنه. علی آصف، حرفایی که در مورد بابات زدی باور نمی کنم. غیر قابل تصوره. منم داداش، منم باورم نمیشه. منو تو یه شرایط سختی رها کرد که هیچ جوره نمیتونم هضمش کنم. ایلونو میگی؟ وقتی شنیدیم خیلی ناراحت شدیم. غم آخرتون باشه. ممنونم، زنده باشی. سلیم خان، میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. بهتره یه نگاهی بهش بندازیم. باشه میام. من یه نگاهی بندازم. باشه، من بیرونم. علی آصف، بابا تا آدم بدی نبود. چی میدونه؟ بسته نباشی. زنده باشی دکتر. لطفاً بفهم. میخواست اسمشو بذاره کلینیک پسر دنیزوغلو. میخواست همه بچه ها رو رایگان مداوا کنه. کار کنم؟ نگران نباش پسرم، من خودم کنارتم. بفرمایی. خواستم صداتو بشنوم. واقعا؟ هر لحظه داری منو متعجب تر میکنی. خیلی خوب، دیگه چیزی نمیگم. باشه. باشه، نگو. اما حتی اگه تا ابدم ساکت باشی، من میدونم چقدر دوستم داری و دلت برام تنگ میشه. تو هم زود لوس میشی یا اصلا نمیشه به چیزی گفت. کجایی؟ بیمارستانی؟ نه، بیرونم، یکم دیگه میام. آلپکس توموگرافیه یکی از آشناهاشونو برام آورده. اوضاع اصلا خوب نیست. میخواستم با تو هم مشورت کنم. داداش سلیم. علی؟ علی اون صدای چی بود؟ حالت خوبه علی؟ من خوبم، بهت زنگ میزنم. صدای چی بود؟ چیزی منفجر شد؟ ها؟ الو داداش سلیم کمک کنید. سلیم خان اونجاست. من هول داد خودش مون زیر آفا. داداش سلیم خوبی؟ داداش نبض طبیعیه.
نجاتت میدم، باشه؟ میبرمت بیرون، نگران نباش. زود زنگ بزن آمبولانس، با آتش نشانی هم خبر بده. بعد ببین کسی دیگه هم زخمی شده یا نه. بجوم، بجوم. میبرمت بیرون، نگران نباش. الان میام، الان میام. زنده است. داداش، داداش چشماتو باز کن، ببین منو، به من نگاه کن. حالت خوبه؟ علی اسف خان، ساختمون خالی. باشه باشه. به آمبولانس و آتش نشانی زنگ زدیم، تو راه هم؟ تو راه. داداش، داداش به من نگاه کن. بیدارشو، بیدارشو. داداش به من نگاه کن. داداش حواست به من باشه، به من نگاه کن. خوبه؟ اسپانج، کارم داره تقریبا تموم میشه، تا یه دقیقه دیگه آماده است. میشه به امگاز سیریل بدین؟ مگه تو دستیار عیاز نیستی؟ برو کارتو انجام بده. استعداد دیگه به هر کاری میرسه. زمت کشش نده، نمیخوام تو جراحیم بحث باشه. بناشه دکتر، داریم زنی رو عمل میکنیم که کس و کاری نداره، حتی کسی هم منتظرش نیست. بیشتر حواستون باشه. آخه چطور تو حالا کسی زنگ نزدی؟ حتی اگه خانوادشم بیان ببیننش نمیتونم بشناسنش. شاید بهتره بعد از اینکه خوب شد ببیننش. حق با شماست دکتر، من دوست ندارم هیچ کدوم از نزدیکامو اینطوری ببینم. اوه به به، داداش بداد، خوش اومدی. ممنونم. چی شده؟ نکنه مشتریات عاشق میوه سبزی ما شدن که عروسی اینجایی؟ نه ابراهیم، برای اون نیومدم، میخواستم از خانم چند تا سوال بپرسم. البته داداش. سما یه لحظه بیا. اومدم. داداش وداد کارت داره. خوش اومدی داداش وداد، حال چطوره؟ ممنونم. خوبی؟ یه سوال ازت دارم. نسرین ما گفت میرم خرید، از خونه زد بیرون. مرتب بهش زنگ میزنم اما جواب نمیده. نگران شدم، گفتم نکنه اومده باشه پیش تو. نه امروز ندیدمش، نیومده اینجا. راستش یکم بحثمون شد، گفتم شاید اومده با تو حرف بزنه. من اونو امروز اصلا ندیدم داداش وداد، شاید اون سرگرم خریدی چیزی باشه، برای همین جواب گوشیشو نمیده. نگران نباش، میاد. حتما همینطوره. سر چی بحثتون شد؟ سما به تو چه؟ برای چی میخوای همه چیو بدونی؟ داداش تو هم نگران نباش، زن جماعت اینجوری هن دیگه. اگه دیدینش خبر بدین، باشه؟ باشه داداش. باشه، تو نگران نباش. ممنونم. خب دیگه، تو هم برو به کارت برس. وداد، اونجوری که فکر میکنی نیست. اونو ازت نگذره زن. چی میخواستی که من برات نکردم؟ چی میخواستی که من نکردم؟ خونه و زندگیمو به خاطر تو خراب کردم، زنم خودکشی کرد، دختر خودمو به خاطر تو انداختم بیرون، میفهمی؟ تو رو خدا بگو ببینم بهت چی گفتم. رفتی از اون سینانه عوضی پول گرفتی، مامانمو فروختی، مامانمو فروختی. دروغ، قسم میخورم دروغ. ساکت شو، خفه شو. کدوم جهنمی رفتی؟ کدوم جهنمی رفتی؟ جواب بده دیگه. چی شد؟ داداش، داداش چشماتو باز کن، آروم باش، ببین منو نگاه کن. ببین با هم اومدیم اینجا، با هم هم از اینجا میریم، باشه؟ به هم اعتماد کن، حالت خوب میشه. نگران نباش، آمبولانس آتش نشانی تو راه هم، تو رو از اینجا نجات میدم، به من اعتماد کن داداش. مجروح دیگه ای نیست؟ نه داداش، مجروحی نیست، تو به اینا فکر نکن. داداش، داداش بیدار باش، خودت که دکتری میدونی نباید بخوابی، نخواب. آمبولانس اومد داداش، کم مونده طاقت بیار، چیزی نمونده.
بچه ها دست راستش 20 دقیقه است داره خون ریزی میکنه. شما کی هستین؟ من دکترم. زود خودتون رو آماده کنین. رگ دست راستش رو پیدا کنین و بهش خون او منفی بدین. بهش سرم بزنین باشه؟ برای اینکه جلوی خون ریزی رو بگیرم به هم رگ بند بدین. بجنبین بجنبین. چش دکتر. اگه زخمی دیگه ای هست؟ زخمی دیگه ای نیست. باشه زخمی دیگه ای نیست. من الان کمکت میکنم و تو رو از اینجا میبرم. دست تو از اونجا در میاری. نگران نباش. دستکش رو بده. دستکش بده. داداش الان میارمت بیرون. ما اومدیم. زود بلوکا رو چک کنید. دوستان باید زود اینا رو از رو دستش برداریم. بیمار خون زیادی از دست داده. عجله کنید. سریع. بده به من. بذار نبضتو چک کنم. داداش ضربان قلبت کاملا خوبه. مثل ساعت کار میکنه. دوبله شده دار استدیو جرمی. بچه ها حواستون به بیمار باشه. ایلول الان نمیتونم حرف بزنم. باشه برای بعد. نه همین الان بگو کجایی؟ اون صدای چی بود علی؟ حالت خوبه؟ من خوبم. صدای انفجار بود. داداش سلیم زخمی شده. داداش سلیم؟ چه شده؟ یه بلوک بتونی افتاده رو دستش. وضعیتش چطوره؟ دست راستش گیر کرده. نمیتونیم بتونا رو تکون بدیم. به بیمارستان نزدیکیم؟ نزدیکیم. اما خون زیادی داره ازش میره. اگه نتونیم سری بیاریمش بیرون طاقت نمیاریم. آمبولانس چی؟ آمبولانس الان اومد. باشه باشه، من اورژانس رو آماده میکنم. باشه باشه، تو آمادهشون کن. امیدوارم زودتر نجاتش بدیم. امیدوارم زود برسونیمش. باشه. نیم ساعت طول میکشه اینا رو برداریم. نه بیمار طاقت نمیاره. اینقدر وقت نداریم. باید هر چه زودتر اون بتونا رو بلند کنیم. خیلی خون از دست داده. نمیبینین؟ باید عجله کنیم. به یکی بگو زود بلندش کنم. دو تا تیکه بزرگ بتونیه. هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم، اما زمان میبره. دوست من، بیشتر از اون چیزی که از دستتون برمیاد انجام بدین. لطفاً ببینین اون یه جراحه، ممکنه دستشو از دست بده. خواهش میکنم به یکی بگو عجله کنن. بیشتر از اون چیزی که از دستشون برمیاد انجام بدن. زود باشید تو رو خدا. خواهش میکنم. بله دیگه، ما همیشه سگ دو میزنیم، بعد ایپک خانم میاد همه چیو درو میکنه. منم همینو میگم. اینجوری نمیشه. باید یه فکری بکنی. من حاضرم پسر. باید همه بدونن صمد آلپیان کیه. اون دیگه کیه؟ ما ایم دیگه. اون ایپک باید حد و حدودشو بدونه. زود باش نشونش بدیم. دکتر سلیم به شدت زخمی شده. الان دارن میارنش بیمارستان. دکتر سلیم؟ وضعیتش خوبه دکتر؟ نمیدونم. همتون حواستون رو جمع کنین. باشه، همه باید همه چی رو کنترل کنین. خون، تجهیزات، هیچ کم و کسری نداشته باشین. فهمیدین؟ زود باشین برین سر کارتون. دکتر خودتون خوبی؟ خوبم، فقط یکم سرم درد میکنه. همین. مسکنی چیزی خوردین دکتر؟ نه. من دارم. بذارین بهتون آب بده. ممنونم. با اجازتون. چیزی نیست دکتر.
داداش دندون رو جگر بذار باشه؟ طاقت بیار یکم دیگه مونده میارم ات بیرون. نه دستم رو بخار. چی داری میگی داداش؟ ببر یعنی چی؟ ببرش. نه داداش مزخرف نکن، دستتو نمیبری فهمیدی؟ همچین چیزی نمیشه. ببین نجاتت میدیم، میرسونیمت بیمارستان، دستتم قطع نمی کنیم. چرت و پرتم نگو. سلام، حالتون چطوره؟ میدونم نمیتونین حرف بزنین، اما حالتون خوبه خوبه، چون عملتون خیلی موفقیت آمیز بود. اما به خاطر اون نیست، چون شما زن قوی هستی. چیزی میخواین به من بگین؟ میتونین رو دستم بنویسین؟ اما من که اینطوری نمیفهمم چی میخواین به هم بگی. با خودکار بنویسین، من نگهش میدارم. ببخشید. ها آبجی سمو جون، من نمیتونم مامانمو پیدا کنم، برای همینم چند بار بهت زنگ زدم ببینم تو باش حرف نزدی؟ بابامم ازت پرسید؟ خیلی خوب باشه، پس معلومه که اتفاق خاصی نیفتاده. اما تو بازم اگه چیزی دیدی یا شنیدی به هم خبر بده باشه. ممنونم. تو هم همینطور. ایپک تغییری کرده؟ نه، هنوز نمیتونیم پیداش کنیم. انگار زمین دهن باز کرده رفته توش. در مورد چی حرف میزنی؟ شما در مورد کی حرف میزنی؟ بیمار رو پرسیدن. آه بیمار، آره. منم مثل ساده ها یه لحظه فکر کردم در مورد مشکل من پرسیدین. خب آخه چرا بپرسین؟ این چه حرفیه؟ مشکل تو رو هم میپرسم. دنبال مادرت میگشتی، چی شد پیداش کردی؟ وضعیت بیمار کاملا طبیعیه دکتر. اگه سوال دیگه ای در مورد بیمار و بیماری ندارین، پس با اجازتون من برم. که انگار ندارین. اما تو داری اشتباه برداشت میکنی پک. خب معلومه که در مورد مادرت میپرسم، اما تو که مجال میدی زود قهر میکنی، مثل دختر بچه های 12 ساله میری. دختر بچه دکتر جون، شما کار و زندگی دارین مگه نه؟ با مشکلات کوچیکی دختر بچه هایی مثل من پس سر و کله نزنین لطفا، ذهنتونم درگیر نکنین. آفرین به تو، آفرین. علکی داری وقت تلف میکنی، علی‌یوسف وقت نداریم. یواش 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 دوستان، یواش یواش، آروم باش داداش، آروم باش. داداش اینو ببن. داداش نه، چقدر دیگه مونده تموم شه؟ نصفش کردیم، 15 دقیقه دیگه مونده. نمیتونم تحمل کنم، خودت میدونی. زود باش اینو قطعش کن، منو نجات بده. داداش باید طاقت بیاری، باید تحمل کنی، فهمیدی؟ باید طاقت بیاری. این دوستان بلوکو بر میدارن، منم تو رو میرسونم بیمارستان. دستتو قطع نمی کنین باشه داداش؟ یواش
دوستان یواش یواش، خیلی مراقب باشین، اما لطفاً کارتون رو سریع‌تر انجام بدین. مراقب باشین اما عجله کنین. لطفاً این بلوک بتونی رو بلندش کنین. تو رو خدا بلندش کنین، خواهش میکنم. لطفاً داداش، داداش کم مونده، طاقت بیار داداش، لطفاً تحمل کن باشه. تو رو خدا داداش، تو رو خدا تحمل کن لطفاً، لطفاً داداش، لطفاً. چیه؟ چی میخوای؟ ای بابا زود جبهه نگیر، تو هم عادت کردی ها. ایپه کار دارم، باید برم. وایسا، فقط 2 دقیقه طول میکشه. دارم میگم نمیخوام ای بابا. اما من میخوام. لااقل بذار زخمی تو ببندم. گفتم نه. یادته بچه که بودیم وقتی میافتادم زخمی منو تمیز میکردی؟ الانم من تمیز میکنم. 2 دقیقه بشین دیگه. بچه هم بودی لجباز بودی، الانم هستی. اگه تو امروز با هم حرف نمی زدی، من کارای خیلی بدی می کردم. کاش که حرف نمی زدم، چون داری به کارت ادامه می دی. خیلی خندیدم. درزه، امروز اون زنه که هویتش معلوم نیست، من سرش رو سوراخ کردم. یعنی با پارتی مامانم و سینان این کارو نکردم، خودم کردم. آفرین، الان بهت مدال بدیم، چی کار کنی؟ به نظرم خیلی مراقب باش، چون دستم داره میاد سمت سر دختر جون. زود باش تمومش کن، باید برم اورژانس. آخ یواش بابا، دردت گرفت؟ به نظرم باید به حرفم گوش کنی. خب تموم شد. چیه؟ من بچگیمونو یادمه. تو بیشتر میخندیدی. وقتی بزرگتر میشی مخموتر میشی، مگه نه؟ نه اینطوری نیست. تو به مرور زمان لبخندتو از دست دادی. مامانم اونو ازت گرفت، من گرفتم. تو خیلی کوچیک بودی، تو هیچ تقصیری نداشتی. داشتم. یادته من یه بار اومدم تو اتاقت، خیلی هم خوشحال بودم. مامان بابا منو برده بودن شهر بازی، خیلی بهم خوش گذشته بود. تو با گریه حرفای منو گوش کردی، بعدم الکی گفتی من شهر بازی دوست ندارم، برای همین نیومدم. تو هم باورت شد. هر وقت میخواستیم بریم پارک میگفتی آبجیم نمیاد. آره ایلول، میدونم، معذرت میخوام. من اجازه دادم مامانم تو رو دوست نداشته باشه، نذاشتم خانواده ای داشته باشی. تو بچه خوبی بودی، همه ی خاطرات بدی که دارم تو توش هیچ نقشی نداری. آبجی جون، ممنونم که با هم حرف زدی، خیلی ممنونم. علی آسف، داداش حرفامو گوش کنین و قطعش کن. داداش اینو از من نخوا، نمیتونم. داریم وقتو از دست میدیم. داداش میتونم یه راه دیگه ای پیدا کنم، یه راه دیگه پیدا میکنم. نمیتونم دستتو ببرم، یه راه دیگه پیدا میکنم. تو رو خدا داداش اینو از من نخواه. زود باش ببرش. ببر داداش. نمیتونم داداش، به خدا نمیتونم، نمیتونم دستتو ببرم. علی آصف گوش کن، ببند نگاه کن، خیلی خون ازم رفته، فشارم افتاده، تنها راه نجات من اینه. اگه این کارو نکنی میمیرم، نمیخوام بمیرم.
منم نمیخوام بمیری. زود باش. باش این کارو میکنم. زود باش، عجله کن. اجازه نمیدم بمیری. میخوام زخمی رو آمپوته کنم. برام گاز استریل و دزانفکت حاضر کنید. برای اینکه جلوی خون ریزی رو بگیریم کلمپ هم لازم داریم. برای بریدن دستشم تیغ جراحی لازم دارم. زود باشید. چشم دکتر. داداش الان میخوام بیهوشت کنم. هیچی حس نمی کنی. به اعتماد دارم علی یوسف. حاضرین؟ حاضرین دکتر. دکتر کی میرسن؟ میخواین ما با یه گروه بریم پیششون؟ من میتونم ردیفش کنم. نیازی به این کار نیست. اگه لازم بود میگفتم. بهتره همینجا باشی. علی یوسف میدونه چی کار کنه. خیلی با دقت زخمی رو برمی‌داریم. خیلی خون ریزی داشته. زود باشین، اصلا وقت نداریم. عجله کنین. یک دو سه. تکونش ندین. آروم. یک دو سه. تکونش ندین. آروم آروم. اون دستشو بدین اون یکی آمبولانس بیاره. مراقب باشین آسیب نبینه. باشه؟ باشه.
آخ عشق خوشگلم، آخ عشق کله پوک من. حالا روزشو ببین، ببین به چه روزی افتاده. اگه همینجا بمیری هیچ کس خبردار نمیشه کی هستی، اما من بهت گفتم، گفتم دست از سرم بردار، این رابطه تمومه. وگرنه دلم نمیخواست باهات این کارو بکنم، بولت بدم تو جاده. تو چرا اصلا حرف منو گوش نمیدی؟ حرف نزن، حرف نزن، انقدر حرف زدی تا این بلا سرت اومد، باید به حرفم گوش بدی. شده در استدیو جن هیس هیس، ساکت، ببین با کیم، هنوزم همونی. ببین منو، اگه به پلیسا چیزی بگی، اگه اسمی از من بیاری، کاری که نصف و نیمه گذاشتم رو تموم میکنم. من طوری میکشمه که جسدت هم پیدا نکنم. سلام. سلام. تو چقدر نازی کوچولو. موهای شمارم سفت گرفته. آره، تا موهامو نگیره خوابش نمیبره. بعضی بچه ها از این عادت ها دارن. منم وقتی بچه بودم یه عادت هایی داشتم، اینطوری موهای مامانمو نمیگرفتم، اما کارهای دیگه ای میکردم. مثلا مامانم دستمو میگرفت. اوش جون دل من عزیزم، دستتو بده. لیلی لیلی حوزک، جوجه اومد آب بخوره افتاد تو حوزک. این میگه بریم دزدی، این میگه بریم چی بدزدیم، میگه تشت طلا، این میگه پس منی کله گنده چی، پس منی کله گنده چی. دختر قشنگم. مامان بازم بگو. نه دیگه وقت خوابه، آخریشه ها، بده ببینم. لیلی لیلی حوزک، جوجه اومد آب بخوره افتاد تو حوزک. این میگه بریم دزدی، اون میگه چی بدزدی، میگه تشت طلای پادشاه، این میگه پس منو کله گنده چی، پس منو کله گنده چی. امکان نداره، چرت نگویی بگ، همچین چیزی نمیشه. وایسا، چرت نگویی بگ، محال اون باشه. وایسا دیگه، وایسا، وایسا ماما، وایسا. دکتر چی شد یهو؟ یکم یواشتر خانم دکتر. باش ببرش نجاتم بده، نمیخوام بمیرم. معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. اینجا بود کجاست؟ حالش بد شد، دکتر آیاز بردش اتاق عمل. کدوم اتاق؟ شماره یه دو.
تو محل وقوع حادثه دستشو بریدم. دکتر سلیم، چطور؟ خیلی خون ازش رفته بود. تنها کاری که میتونستم بکنم و جونش نجات بدم همین بود. خانم پرستار، فوراً اتاق عمل آماده کنیم. دستش تو راهه، دارن میارنش. چشم دکتر. ببریمش اورژانس، زود باشی. تو خوبی؟ آلب، سرامش عوض. چشمه. به ازرا خبر دادین؟ اومدم. زود باشین یه قیچی بهم بدین. زود باشین. بفرمایید دکتر. قسمتی که بریده شده خیلی اوضاع بدی داره. باید نجاتش بدی. شانس دیگه ای نداری. اسپانج. تشنج کرد. زود باشین بهش خون بدین. چشمم تو. علیاسف، اینجاش با تو. من تو اتاق عمل منتظرم. باشه. آبجی مامانم، باید سلیمو ببریم اتاق عمل، الان وقتش نیست. مامانم حالش خیلی چی شده؟ گریه نکن، بگو ببینم. این همه مدت مامانم تو بیمارستان بوده و من نشناختمش. جلوی چشمم بوده. یه لحظه، منظوری چیه که نشناختمش؟ نمیفهمم چی میگی، از اول بگو. همون زانه که هویتش معلوم نبود؟ آره همونی که اتوبوس بهش زده بود. من نشناختمش. من مادر خودمو نشناختم. ایلول، ایلول برو. من اینجا. مامانی ترین کجاست؟ دکتر ایاز بردتش اتاق عمل، اما منو نمیذارم برم. تو تو رو خدا برو تنهاش نذاری. ایلول تو برو، من اینجا. بدو زود باشیم ببریمش اتاق عمل. دکتر دستش رسید. بیارش اتاق عمل. میگی نشناختمش، از کجا مطمئنی مامانی تو ایپه؟ مطمئنم. دستمو گرفت و بازی کرد، همون بازی که تو بچگی ها با هم میکرد. اینطوری به معلومت دادم و باش. من نفهمیدم. ببین نگران نباش، مگه تو نسرین رو نمیشناسی؟ به این راحتی تسلیم نمیشه. نگران نباش، حیزم هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده تو نجاتش بده. باشه؟ تو هم این کارو براش میکنی؟ آلب، سرامش عوض. چشمه. به ازرا خبر دادین؟ اومدم. زود باشین یه قیچی بهم بدین. زود باشین. بفرمایید دکتر. قسمتی که بریده شده خیلی اوضاع بدی داره. باید نجاتش بدی. شانس دیگه ای نداری. اسپانج. تشنج کرد. زود باشین بهش خون بدین. چشمم تو. علیاسف، اینجاش با تو. من تو اتاق عمل منتظرم. باشه. آبجی مامانم، باید سلیمو ببریم اتاق عمل، الان وقتش نیست. مامانم حالش خیلی چی شده؟ گریه نکن، بگو ببینم. این همه مدت مامانم تو بیمارستان بوده و من نشناختمش. جلوی چشمم بوده.
یه لحظه، منظور چیه که نشناختمش؟ نمیفهمم چی میگی، از اول بگو. همون زانه که هویتش معلوم نبود؟ آره همونی که اتوبوس بهش زده بود. من نشناختمش، من مادر خودمو نشناختم. ایلول، ایلول برو، من اینجا. مامانی ترین کجاست؟ دکتر ایاز بردتش اتاق عمل، اما منو نمیذارم برم. تو تو رو خدا برو، تنهاش نذاره. ایلول، ایلول تو برو، من اینجا. بدو. زود باشیم ببریمش اتاق عمل. دکتر دستش رسید. بیارش اتاق عمل. میگی نشناختمش، از کجا مطمئنی مامانی تو ایپ؟ مطمئن. دستمو گرفت و بازی کرد، همون بازی که تو بچگی ها با هم میکرد. اینطوری به معلومت دادم و باش. من نفهمیدم. گریه نکن. ببین نگران نباش، مگه تو نسرین رو نمیشناسی؟ به این راحتی تسلیم نمیشه، نگران نباش. حیازم هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده تا نجاتش بده. باشه؟ تو هم این کارو براش میکنی؟ نگران نباش، برای اینکه دوباره مامانی تو ببینی هر کاری بتونم میکنم. ممنونم. اما باید اول خودمونو برسونیم اتاق عمل. به بابا خبر دادی؟ سلام عمو بده. چی شده؟ خوبی؟ اسما اینا رو بگی، بده به ایلون، بهش بگو که بابات مادرشو نفروخته بود. چی میگی عمو بده؟ الان خیلی دوست دارم مثل دیوونه ها بغلت کنم، اما نمیتونم. وقتی اومدی بیرون نمیتونی فرار کنی، باید بغلت کنم. باشه، پس یکی باشه طلب. میدونم تو عمل قبلیش نخواستی شرکت کنی، اما من درکت میکنم. اینا با هم فرق داره. من الان نسرین رو نجات نمیدم، مادر یه دختر رو نجات میدم، چون نباید کسی بی مادر بمونه. فهمیدی؟ پلیس مطمئنه که هولش دادن، دوربینام اینو نشون میده. یعنی یکی خواسته بکشتش؟ 100%. حتی شاهدم دارن، میگن قبل از اینکه هولش بدن تو خیابون بدجوری کتکش زدن. کتکش زدن؟ متاسفانه. خب مشخص شده کار کی بوده؟ اطلاعی ندارم. رگش بدجوری آسیب دیده. آره. باید اول اعصابش رو ترمیم کنی. آل تمیز میکنی. چشم دکتر. به خانواده سلیم خبر دادی؟ خانوادهش؟
یه زن داره که خارج از استانبول زندگی میکنه. بگذاریم، من خبر میدم. تموم شد. باید بهش آنتیبیوتیک بدیم و منتظر باشیم. امیدوارم سریع خوب بشه. باهاش خیلی بد رفتاری کرد، الان پشیمونم، گناه داره. سامان حواست اینجا باشه. چشم بگیر. گاز استریل. یکی دیگه بدی. حالت خوبه؟ خوبم، چیزی نیست. حمل سختی داشتیم. همگی خسته نباشین. کارت عالی بود، دستت درد نکنه. تو نبودی نمیتونستم، تو آوردیش اینجا. خیلی به هم فشار آورد که دستشو قطع کنم. سخت‌ترین تصمیمی بود که تو زندگیم گرفتم. اسرا، کار درستی کردی. گرفتن دست جراحی که زندگیشو برای بیمارا و بیمارستان فدا کرده کار درستیه اسرا؟ نه، کار درست اینه که جونش نجات بدی. کار درست اینه که به خاطر رویاهایی که داره اونو زنده نگه. اما همه زندگی اون پزشکی بود، شغلش این بود. ببین آصف، وقتی تو ماموریت بودم با اینجور اتفاقا زیاد روبرو شدم. خیلی خوب درک میکنم چه حسی داری. میدونی که دستای یه جراح همه چیزمونه. میدونم. ببین، ممکنه این برای سلیم شروع ماجرا باشه. با اینکه خودش اینو ازت خواسته، ممکنه بهش فشار بیاد و حتی تو رو مقصر بدونه. این تصمیم برام خیلی سخت. معلومه بعدش هم سخته. باید برای این آماده باشی. کاری که باید میکردی همین بود. منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم. ممنون ازرا. این مغازه هم حق ایلوله. به خاطر اون عوضی این همه سال هر لقمه ای که از گلوم رفت با این حروم بوده. حروم بوده، حروم. مگه میشه عمو وداد جون؟ ایلول، ایلول به هم گفت، دخترم به هم گفت، اما من همیشه حرفای اون مارصفت رو باور کردم. الانم دخترم با هم حرف نمیزنن. حق دارن، یعنی از زمین تا آسمون حق دارن. الان اینا رو بگیر بده به ایلول. در مورد مغازم بهش بگو. نمیشه عمو وداد، من نمیتونم اینا رو بگیرم. من برات یه قهوه ساده درست کنم، باشه؟ شما با خیال راحت بیشتر فکر کنی، باشه؟ این ناحیه لطفا. تو تصادف سرت به جای خورده؟ یه ضربه خورد، اما چیز مهمی نیست. بعد از اینکه اومدی به کسی نشون دادی؟ علی یوسف از یه طرف، تو هم از یه طرف. نشون دادم چیزی نیست. میدونم که باز خودت خودسرانه تشخیص دادی و الانم میگی چیزی نیست. من دکترم، خوب میدونم چم هست چم نیست. چند ساعت از تصادف گذشته؟ ایاز بسه،
تو اتاق عملیم یا اتاق بازجویی؟ اگه سر عمل جراحی منه، آره اتاق بازجویی. به مامانم گفتم خیلی بدی. به نظرتون شنیده؟ دوبله شده در استدیو جن. نمیدونم، شاید شنیده. امیدوارم نشنیده باشه. اگه زنده بمونه که اشکالی نداره، مامانم بالاخره منو میبخشه. اما اگه بمیره چی؟ اگه بمیره کاری از دستت بر نمیاد. میدونی قبل از اینکه بابام فوت کنه حرفای خیلی بدی بهش زدم. بهش نگفتم آدم بدی هستی، حرفای بدتری بهش گفتم. اگه زنده میموند نمیدونم میتونستم تو صورتش نگاه کنم یا نه. ولی اون بابات بود، بالاخره با هم آشتی میکردی. معلوم نیست، الان دیگه اهمیتی نداره چون بابام دیگه نیست. کاش زنده بود و هیچ وقت هم دیگر را نمی بخشیدی. مامان، مامان، ممکنه اون آدم بدی باشه اما اون مامانه. فقط کافی زنده بود. دکتر عیاس و ایلون موفق میشن. اونا جراحیه یه سختر از اینم انجام دادن مگه نه؟ موفق میشن، خیالت راحت. بهشون اعتماد کن. من تا حالا ندیدم یکی رو وسط را ول کنم. مادرت خوب میشه، باور کن. باور کنم؟ آخه چاره دیگه ای ندارم. میشه لحظه بایسیم؟ ایلول توالت خوب نیست، برو استراحت کن. چرا اصرار میکنی؟ نمیبینی هممون اینجاییم؟ راستش دکتر عیاس درست میگن دکتر. تو اورژانس هم گفتین سردر داریم، میخوام به یکی نشون بدین شاید یه چیزی شده باشه. تو به کارت برس سمد، زود باش عیاس، جراحی رو تموم کنیم لطفا. برو عقب. یعنی چی؟ این مریض منه، مریض من. میخوام همین الان از اتاق عمل بری بیرون فوراً. ایپک مامانشو سپرده به من. اینجا بیمارستانه، اینا هم بیمارامونن، همشون دستمون امانتن. تو نگران نباش، کمتر از تو مراقب مامان ایپک نیستی. چه خبره؟ چی شده؟ بچه ها اون پایین همه چی رو براه؟ دکتر ایلول روز سختی رو پشت سر گذاشتم، میگه نمیتونه تو اتاق عمل بمونه. مگه نه ایلول؟ خیلی خوب دکتر ایلول، تو بیا بیرون، من یاد میرم داخل. اینو فراموش نمی کنم. خیلی ممنون. ادامه می دیم. جواب بده دیگه. یه بارم شده گوشی تو جواب بده دیگه. وا کجا رفت؟ ای بابا، با این حالش نره بیمارستان برای ایلول درد سر درست کنه. ببین ایلول راستشو بگو، حالت خوبه؟ خوبم، چیزی نیست، کاری عجیب غریب عیاز دیگه. اینو ول کن. داداش سلیم چطوره؟ دستشو پیوند زدیم، الان آی سی یوه. من برم یه سر بهش بزنم. ایلول الان نه، الان میری اتاقتو خوب استراحت میکنی. باشه. چی گفتی؟
میرم اتاقم استراحت میکنم. یعنی نیازی نیست تکرار کنم؟ با یه بار گفتن قبول میکنی؟ آره؟ به نظرم دیگه کشش نده. خوبه، باشه، تو برو اتاقت، منم بعد از عمل میام پیشت. باشه. ایلول، تو اینجا چی کار میکنی؟ زنگ زدم جواب ندادی. اومدم گفتن تو اتاق عمل، منم منتظرت موندم. چی شده؟ یه چیزی تعریف کن. ایلول، بابات اومد کافی شاپ، فکر کنم یکم مشروب خورده بود، یعنی مست بود. یه مش پول از جیبش در آورد، گفت من مامانمو نفروختم. من نفهمیدم. من فهمیدم. کلید مغازه رو هم داد، گفت اینا حق توه و همش تقصیر نسرینه. میدونستم کار اونه. کی چی کار کرده؟ میدونستم. چی رو میدونستی ایلول؟ اسما، تو برگرد کافی شد، بابام که اومد بهم خبر بده. باشه. باید فوری بیای استانبول. موضوع سلیمه. وقتی اومدی حرف میزنی، تلفنی نمیشه حرف زد. من میام فرودگاه دنبالت. فعلا. ازت متنفرم مامان، از آدمی که هم تو بچگی هم تو جوانی منو تنها گذاشت متنفرم. میدونی امروز داشتم میمردم، یه مریض تا حد مرگ منو کتک زد، اما بازم تو نیستی. یه روز شاید انقدر شانس با هم یار نباشه و قبل از تو بمیرم. اون موقع اینو هیچ وقت فراموش نکن مامان، تو رو هیچ وقت نمیبخشم. چون منو تنها گذاشتی هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. رفتی تا صدها مریض رو نجات بدی، اما منو بیمار کردی. اینو هیچ وقت یادم نمیره. یه خودکار بده. دکتر ایلول، دکتر ایلول، اون بیماری که تو راه پیدا کردیم اطلاعاتش کامل نیست، همینجوری بذاریم بمونه؟ نه، نمونه. نسرین اردن. چیز دیگه ای هم هست؟ نه دکتر، شبتون بخیر.
کجایی بابا؟ کجایی؟ جواب بده. ممنونم. خوبی مامان جونم؟ حالت خوب میشه؟ من اینجا کنارتم، اینجا. ایلولم کنارت بود، میدونستی؟ اونم تو اتاق عمل بود. کاش میدیدی چطوری همه برای نجات جونت تلاش میکردن. مامان جونم، یکی تو رو هول داده، شاهدم هست مامان. مامان، کی همچین کاری باهات کرده؟ چرا؟ بابات. من بهش زنگ زدم اما جواب نداد. میدونه خیلی هم نگرانت بود، اونم میاد. انگار شما دوتا دعوا کردیم، اما اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو الان خوبی. الان دوباره بهش زنگ میزنم. بابات. بابات، اون این کار کرد. نسرین، نابودم کردی، داغونم کردی. دخترمه، ایلولم داره زنگ میزنه. دخترم. تو چی کار کردی بابا؟ چی کار کردم دخترم؟ تو مغازه نشستم، کاری نکردم. حرفو نپیچون بابا، طرف امروز دوبار جراحی شد. اصلا معلوم نیست زنده میمونه یا نه. میفهمی چی میگم؟ چی داری میگی دخترم؟ کیو میگی؟ کی جراحی شده؟ الانم داری فیلم بازی میکنی که خبر نداری؟ دخترم به خدا من خبر ندارم. من یکم مشروب خوردم، یکم حوصله نداشتم. همش به خاطر همینه. آره، نسرینم به خاطر اینکه حوصله نداشتی کتک زدی، فرستادیش تو کما. چه؟ با نسرین چی کار کردم؟ دخترم من دوتا سیلی به نسرین زدم. کما چرا؟ کما چیه؟ کجایی الان؟ تو مغازه ای؟ آره اینجام. همونجا منتظر باش، جایی نرو، دارم میام. خسته نباشی. منو خسته نباشید. دکتر ایلول کجاست؟ همین اطراف بودن. الان کجاست میدونی؟ نمیدونم دکتر. باشه ممنون، خسته نباشید. دکتر عیاض، حالا که اینجا این میشه شما هم این فرما رو پر کنی؟ آره بده بده، پرش میکنم، بده. این امضای دکتر ایلوله؟ آره؟ بله، خودشون اومدن امضا کردن. نه نمیشه. یکی از فرمای قدیمی رو بیار ببین. فرم قدیمی برای چی میخوای؟ سوال نپرس، زود باش. آخ دختر، از دست تو. پیدا کردی یا نه؟ پیدا کردم دکتر. خدا بگم چی کارت نکنه. دکتر علی کجاست؟ بیمارستانه؟ تو بخشن دکتر. وقتی فهمیدم به هوش اومدی سریع اومدم دیدنت. چطوری؟ خوبی؟ در مورد جراحی بگو. جراحی، با عزرا عملت کردیم. دست تو بدون هیچ نقصی پیوند زدیم، نگران نباش. اما بافتای نرم دستت یکم آسیب دیده. چی میشه؟ دو هفته دیگه فیزیوتراپی رو شروع میکنی، بعدش هم ارتوپدی انجام میشه. 6 ماه طول میکشه. بعد از 6 ماه اگه دیدیم خوب نمیشه و نتونستی بازوتو حرکت بدی،
اون وقت یه بار دیگه باید عمل بشی. اما برای این که دستت خوب بشه و بتونی حرکتش بدی، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. باشه؟ تو به من اعتماد کن، به داداشت اعتماد کن. از همین الان دیگه فراموش کردین منم دکترم. علی‌یوسف، با من مثل بیمار حرف نزن، واضح حرف بزن. چند درصد احتمال بهبودی هست؟ احتمال خوب شدنش کمتر از 10%. منم یه جراحم، جراح. حتی اگه خوب بشیم دیگه نمیتونی جراحی کنی داداش. برو تنهام بذار. باشه باشه، تنهات میذارم. اما علی‌یوسف، برو بیرون. باشه، اما همینجا. آنتن نمیده. علی، دنبال ایلول میگردم، ندیدیش؟ میخواست بره اتاقش استراحت کنه، چی شده؟ نگاه کردم، همه جا رو نگاه کردم، اتاقشم دیدم هیچ جا نبود. فیلول، چیزی شده؟ یه نگاه به اینو بنداز. فرمایی که ایلول پر کرده؟ آره، اینم امضای ایلوله، اینم امضای امروزه، این امضای دیشبشه. چه فرقی بین این دوتا میبینی؟ اصلا نرمال نیست. نیست، اصلا هم نیست. حالش هم یه جورایی بود. تو اتاق عمل دستش میلرزید، گفتم شاید خسته است، برای همین بیرونش کردم. بچه‌ها گفتن صبح مسکن خورده، سرش درد میکرده. ظاهرا موقع تصادف سرش ضربه خورده، پانسمانش کردیم. وقتی رسیدیم بیمارستان گفتم میخوام سی تی اسکنشو ببینم، گفت خودم نگاه میکنم. به منم همینو گفتم. باید پیداش کنیم خیلی سریع، فوراً. جواب نمیده. قبلش هم آنتن نمیداد اصلا. همیشه جواب میدی، حالا که لازمه داریم جواب نمیدی. ایلو جواب بده لطفا، جواب بده. تحویل بگیر. اینطوری نمیشه، با من بیا. زود باش بیا. زود باش، زود باش. ایلول، دخترم، بلند نشو. ایلول، برای این اومدم تو چشام نگاه کنی و تعریف کنی. دخترم، به خدا من هیچ کاری نکردم، من بهش آسیبی نزدم. تو به من آسیبی نزدی بابا، حتی به مامانم هم آسیبی نزدی، اما مرد. کافیه دیگه، بسه. دخترم، وقتی کاریو که کرده شنیدم خیلی عصبانی شدم. این همه سال منو گول زده و این کارا رو با من کرده، عصبانی شدم. هیچ بهونه ای نمیخوام بشنوم. باش چی کار کردی؟ زدمش. وای خدایا، شیطونه میگه یکی بزنم. بزن، چرا وایسادی؟ کاری که همیشه با مادرم میکردی، الانم بیا منو بزن. با مادرت چی کار کردم؟ بگو چی کار کردم. بزن.
کاش دستم میشکست تا تو منو شبیه حیوانا نمیدیدی. دیگه چی کار کردی؟ هیچ کاری نکردم، قسم میخورم هیچ کاری نکردم، غیر از این که تا حد مرگ کتکش بزنی؟ تو دقیقا همون حیوانی هستی که خودت گفتی بابا. تو این حد جانی هستی که یکی رو تو حد مرگ کتک میزنی بعد هولش میدی زیر ماشین. من همچین کاری نکردم دخترم، من همچین کاری نکردم، من همچین کاری نکردم ایلون. نکردم. چطور تونست همچین کاریو باهات بکنه؟ چطور؟ خیلی التماسش کردم اما گوش نگرد. بس مامان، نمیخوام بیشتر از این بشنوم. اون حرفایی که امروز میزدم باور نمی کنم. اما حساب این کارش رو پس میده. دیگه دختری به اسم ایپک نداره. مامان جونم تو استراحت کن، من زود برمیگردم. ایپک، خواهرتو ندیدی؟ ندیدم. نه اگه میدیدم خیلی خوب میشد. بفرمایید. پس اگه پیش ایپک نباشه من میرم با ماشین دنبالش بگردم، تو همینجا بمون. میشه سویچ ماشینتو بدی به؟ سویچ ماشینو بهت میدم اما خودم هم بات میام. نه تو اینجا بمون، اگه برگشت بهم خبر بده. باشه؟ باشه، اما مگه تو میدونی کجا میتونه رفته باشه؟ البته که میدونم. چی شده؟ چرا اینقدر مضطربین آقایوف؟ تو تعریف کن، وقتو تلف نکنه. چی شده؟ سرش ضربه خورده، احتمالاً تو تصادف امروز. یعنی چی؟ یعنی ایلول داره فلج میشه؟ دوبله شده در استدیو جم. تو چرا اینطوری هستی بابا؟ چرا بابای خوبی نیستی؟ فقط بابا نه، شوهر خوبی هم نیستی. تو تلاش میکنی تا به هر کسی که دوست داره آسیب بزنی. میدونی وقتی بچه بودم همیشه فکر میکردم تو این دنیا میلیون ها بابا هست، چرا تو سهم ما شدی؟ گناه من چی بود؟ چی کار کرده بودم؟ وقتی مرگ مامانم که از رو ناراحتی مرد تماشا میکردم 6 سالم بود. هیچ وقت نخواستم قبول کنم اما اونم تو کشتی بابا. بعد این همه سال همون کارو با نسرین کردی. اینطوری نیست ایلول، اینطوری نیست دخترم. اصلاً به من دست نزن. میدونی بدتر از همه چیه؟ کم مونده بود تو رو ببخشم. کم مونده بود تمام بدیایی که به مامانم کردی و فراموش کنم. اما خوب شد که یادم انداختی. من هیچ وقت مثل مامانم نمیشم بابا. من با کسی مثل تو ازدواج نمی کنم. من با کسی ازدواج میکنم که منو بچه هامو دوست داشته باشه و برامون ارزش قائل باشه. من شما رو خیلی دوست دارم دختر. به من دروغ نگو بابا. من با کسی ازدواج میکنم که هیچ وقت به هم دروغ نگه. با کسی ازدواج میکنم که بچه هامون شبیه باباشون شد. اما تو هیچ کدوم از اینا رو نخواهی دید، چون دیگه تو زندگی من نخواهی بود. دست از سرم بردار ایلول. بلم ایلول. ایلول ایلول. Hmm.
دخترم من کاری نکردم، میگم کاری نکردم. ایلول من کاری نکردم. ایلول ایلول من کاری نکردم. چه خبره؟ ببخشید همدیگر رو میشناسین؟ نمیشناسیم. به نظر من که نه، اون همه پیام دادم، آنلاین شدی، دیدم که خوندی، اما جوابی ندادی. اسم و موضوعمون اینه؟ من با چی درگیرم اون وقت تو به چی فکر میکنی؟ من به حسابت میرسم، اما الان نه. الو، اسم ایلول پیش توه؟ نه، یعنی آخرین بار تو بیمارستان دیدمش، باباش اومده بود کافی شاپ، رفتم بهش خبر دادم. بهت گفت کجا میره؟ نه، یعنی منم فرستاد کافی شاپ، گفت اگه بابام اومد بهم خبر بده، اگه جایی رفته باشه رفته پیش باباش. پیش باباش؟ خیلی خوب، اگه اومد پیشت نذار جایی بره، سریع به من خبر بده، باشه؟ باشه، اما چی شده؟ الو، ایلول، ایلول کجایی تو؟ تو راه. داری رانندگی میکنی؟ آره. همین الان میزنی کنار، حرکت نمیکنی، باشه؟ باشه. خب، وایسادم. خب، حالا خوب گوش کن چی میگم. یه لحظه، اول تو به حرفم گوش بده. یادت گفتیم بمونه برای بعد؟ خیلی مسخره است، چرا منتظر بمونی؟ ایلول میشه گوش بدی؟ باشه، گوش میدم، اما اول باید اینو بکنم تو انگشتم. برای چی باید منتظر بمونی؟ ازدواج کنی. ایلول، ایلول، الو، ایلول صدامو میشنوی؟ ایلول جواب بده لطفا. الو، سرم، من باید یکم هوا بخورم. خب؟ نه خیر، نه ایلول، به هیچ وجه از ماشین پیاده نشو، باشه؟ شنیدی چی گفتم؟ از ماشین پیاده نمیشی، درا رو قفل کن، بمون تو ماشین، من یکم دیگه میرسم. تو از خونه بابات داری برمیگردی؟ آره؟ آره. خیلی خب، من چند دقیقه دیگه پیشتم، لطفاً به حرفم گوش بده، از ماشین پیاده نشو، باشه ایلول؟ الو، علی، الو، شنیدی ایلول؟ الو، ایلول جواب بده لطفاً. الو، الو، علی، صدامو میشنوی؟ انگار آنتن نمیده. الو، الو،
بعضی وقتا چنان طوفانی میاد که همه چی رو فراموش میکنی.